از یکم ینوری سال 2019 میزونی جریمه و همه گونه پرداخت های حتمی دولتی در تاجیکستان بالا می رود. زیاد شدن اندازه جریمه ها در قانون بودجه تاجیکستان برای سال آینده معین و سوی پارلمان تاجیکستان تصویب شد. همکارم عبدالله شوروف به تحقیق این موضوع مشغول بود و صحبت را با او ادامه می دهیم. سلام عبدالله، بگو که اندازه جریمه ها تو چی حد بالا رفت و بیشتر به جای کدام قشر اهالی تاثیر خواهد داشت؟ سلام شهلا، موافقه قانون بودجه سال 2019 اندازه نشان دهنده برای حساب ها از 50 سومانی کنونی تا به 5 سومانی بالا برده شد. در نظر اول این چندان زیاد نیست، اما اکثر جرایم ها محض توسط همین نشان دهنده حساب می شود و در نهایت آن گران است. برای مثال اگر جریمه برای سرخ گذشتن از چراغک راه تا این وقت 4 نهنده برای حساب های 250 سومانی بود، از ماه ینور رانندگان برای چنین قانون شکنی 275 سومانی پرداخت خواهند کرد. از جریمه البته کسی استثنا نیست و احتمالاً نخستین شده رانندگان گران شدن جریمه ها را احساس کنند، چون ناظران راه در تاجیکستان قریب سری هر قدم می ایستند و احتمالاً جریمه شدن و احتمال جریمه شدن رانندگان بیشتر است. برخی از خدمت رسانی های دولتی به مثل تصدیق سند در اداره نتاریوس و یا ثبت عقد نکاح و گرفتن برخی از معلومات نامه ها نیز محض از روی نشان دهنده برای حساب ها شمرده می شود و البته قیمت آنها نیز برای مردم بالا می رود. در دو سال اخیر بار دوم است که حجم جریمه ها در تاجیکستان بالا برده می شود. سال 2017 حجم نشان دهنده برای حساب ها از 40 سومانی به 50 سومانی رسانیده شد. عبدالله، چرا چنین تصمیم گرفته شد؟ مسئولان در این رابطه چی میگویند؟ درآمد مردم بیشتر شده است و اینکه یک روی پر کردن بودجه است باز؟ در وزارت مالیه تاجیکستان که طرح بودجه کشور در آنجا تهیه می شود، شهلا سبب بالا بردن جریمه ها را به تورم و یا اینفلیاسی هر ساله پول سومانی ربط دادند، چون مسئولان میگویند که هر سال یک اندازه سومانی قربی خود را از دست می دهد و برای جبران کردن آن مقامات اندازه جریمه ها را بالا بردند. ولی درآمد های پولی مردم در سالهای آخر چندان زیادی هم نشده است. بنابر رده بندی بانک جهانی، درآمد اهالی تاجیکستان هنوز هم به قطار کشورهای درآمدشان کم وارد می شود. تشکر عبدالله، خوب بخواهیم دید که این اقدام در آینده نزدیک چی تاثیر خواهد داشت.